منطقه شیرپور در قلب کابل جایی است که هواپیمای بسرنشین آمریکایی روز یکشنبه خانه ای را که گفته می شود جای بود و رهبر شبکه القاعده بود آماج قرار داد از خانه منصوب بر رهبر شبکه ی القایده تنها همین تصویرها بیرون داده شدند و تا اکنون به خبرنگاران اجازه تصویر برداری از خانه ای داده نشده است که آماج حمله قرار گرفته است درست پس از این حمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خود به آدرس مردم آمریکا کشته شدن ایمن زواهری را تایید کرد و آن را عملی شدن عدالت خواند بروز روز شنبه و بنابر دستور من ایالات متحده یک حمله هوایی موفق را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمین و زواهری رهبر القاعده شد او فرد شماره دوم بن لادن بوده و در زمان حمله 11 سپتامبر فعالیت داشت و شامل آن حمله بود یکی از حملاتی که مسئول کشتار 2977 شهروند آمریکایی در خاک این کشور است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که ایمنال زواهری در سازماندهی حمله های هرس افکنانه بر شرفندان آمریکایی در بخش های گوناگون جهان نقش داشته است او برای دهها ها طراح حملات در برابر امریکایی ها بوده و نقش کلیدی را در بمگذاری های سفارت آمریکا در کینیا و تانزانیا که منجر به کشته شدن 224 تن و زخمی شدن بیش از 4500 تن دیگر شد بازی کرده بود. او قتل و خشونت ها در برابر شهروندان امریکایی، نظامیان، دیپلمات ها و منافع آمریکا را طراحی کرده بود. اسایی هم خبرگزاری روی ترس به نقل از مقام های آمریکایی که نخواستن نامشان گرفته شود نگاشته است که ایمنال زواهری ساعت 6 و 18 دقیقه صبح روز یکشنبه در بالکن و خانه اش در کابل با مشک هلفایر هواپیمای بسرنشین آمریکایی آماج قرار گرفت هرچند بامداد روز یک شنبه خبر حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکایی در کابل پخ شد اما آن زمان وزارت داخله این رویداد را برخاسته از برخورد یک موشک بر یک خانه در منطقه شیرپور خواند که با گفتایان وزارت کس در آن سکونت نداشت نن سحر شاو خواشپک بجه د کابل خار د لسمی حوضه اڑوند د شیرپور په سیمه کې په کور باندې راکټ لګیدل ا د راکټ لګیدو لامل کوم تلپات زکن لرو شی کور خالی و چوک نکی اما ساعت پیش از تایید خبر کشته شدن ایمن الزواهری در کابل، زبی ولا مجاهد سخنگوی امارات اسلامی در خبرنامه تایید کرد که حمله راکتی روز یک شنبه در شیرپور توسط تیاره بسرنشین آمریکایی انجام شده بود. در این خبرنامه هیچ اشاره به تلفات برخواسته از این حمله هوایی نشده است. روز یکشنبه حمله تیاره بی سرنشین بالای یک خانه مسکونی در منطقه شیرپور شهر کابل صورت گرفت. ابتدا نویت حادثه معلوم نگردید. ارگان های استخباراتی امارت اسلامی رویداد متذکره را بررسی کردند و در تحقیقات ابتدایی خش دریافتند که این حمله از سوی تیاره های بدون سرنشین امریکا انجام شده است. این حمله به هر بحانه که صورت گرفته است، امارت اسلامی با شدیدترین الفاظ آن را محکوم میکند. اکنون شبکه القاعده و امارات اسلامی کشته شدن ایمن الزفاهری را تایید یا رد نکردند این نخستین حمله آمریکا پس از خروج کامل نیروهایش از افغانستان است نزدیک به یک سال پیش نیز هنگام بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک حمله هوایی بر خانه در ناحیه پانزدهم شهر کابل انجام شد که گمان میرفت که جای بود باش دایشان باشد اما پسانتر روشن شد که قربانیان آن حمله غیر نظامیان بودند